حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به احتمال اضافه شدن نام افراد و شرکت‌های تازه به فهرست تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به خاطر نقش داشتن در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تهدید کرد که تهران هر گونه اقدام مداخله جویانه آمریکا را با تقویت توان دفاعی خود پاسخ خواهد داد. وی تاکید کرد که چنین اقداماتی یک جانبه خود سرانه و غیرقانونی است و جمهوری اسلامی ایران به دولت آمریکا تذکر داده است وی اعلام کرد که برنامه موشکی ایران ارتباطی به توافق اتمی وین ندارد و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود جمهوری اسلامی را از تقویت بنیه دفاعی خود محروم کند آقای جابری انصاری تهدید کرد که جمهوری اسلامی به هر اقدام مداخله جویانه آمریکا علیه برنامه های دفاعیش با تقویت توان دفاعی خود پاسخ خواهد داد. روزنامه آمریکایی وال جورنال روز چهارشنبه نهم دی ماه در گزارشی نوشت که آمریکا در حال تهیه تحریم های تازهی علیه افراد و شرکت در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی به دلیل نقش آنها در توسعه برنامه موشک های بالستیک ایران است. این نخستین بار از زمان توافق اتمی 23 تیر ماه است که واشنگتن به سوی تحریم های علیه ایران گام بر خبرگزاری رویترز نیز گزارش وال استریت جورنال را بازتاب داده و گفته است دوازده فرد حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم های احتمالی قرار دارند. بنابر این گزارش ها در فهرست تحریم دولت آمریکا دست کم پنج مقام رسمی ایران در وزارت دفاع و سازمان تابعه دیده می شوند. ایران از ماه ژوئیه تا کنون دو آزمایش موشکی انجام داده است. تدارک تحریم های تازه علیه ایران در حالی است که مقام های آمریکایی مکررا تأکید کردند که آزمایش های موشکی ایران تأثیری بر اجرای توافق جامعه هسته‌ای با این کشور ندارد. هیئت ناظر بر تحریم های ایران در سازمان ملل متحد اواسط دسامبر نتیجه گیری کرد که آزمایش موشک هدایت شونده بالستیک اماد در ماه اکتبر که توانایی حمل کلاهک هسته ای را دارد ناقض یکی از قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل است اعضای کنگره آمریکا روز سهشنبه هشت دی خواستار تحریم‌های بیشتر علیه ایران در ارتباط با این آزمایش موشکی شده بودند. مقام های ایرانی در ماه اخیر به کاخ سفید هشدار داده اند و رهبر ایران هر گونه مجازات های مالی تازه را ناقض توافق اتمی تلقی خواهد کرد. بنابر گزارش وال جورنال منتقدان دولت در آمریکا نیز میگویند تحریم های احتمالی جدید در مقایسه با تحریم هایی که برداشته خواهد شد جزئی و ناچیز است. البته آنها نیز پذیرفتند تحریم های احتمالی تازه می بر وضعیت سیاست داخلی ایران و انتخابات پیش رو در اسفند ماه تأثیر بگذارد. به ویژه که دولت ایران نیز به خاطر توافق 23 تیر ماه مخالفانی سرسخت در میان اصولگرایان تند رو دارد. مقام های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش والستری جورنال نشان ندادند. همزمان رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه ادعای آمریکایی ها مبنی بر پرتاب موشک پرانی سپاه در نزدیکی یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز را تکذیب کرد و گفت انتشار این گونه اخبار دروغ در شرایط جاری بیشتر یک عملیات روانی بوده و قابل تعمل است. این مقام سپاه پاسداران در عین حال تاکید کرده است امنیت و آرامش منطقه راهبردی خلیج فارس از راهبردهای جدی ایران بوده و سپاه نیز رزمایش های خود برای ارتقای آمادگی های لازم در این عرصه را طبق جدول برنامه های یگانی خود در زمان مقرر اجرا می کند. یکی از سخنگویان ارتش آمریکا روز سه شنبه هشت دی اعلام کرد که یک قایق تندرو سپاه پاسداران در هفته گذشته موشکی را در نزدیکی ناو هواپیما بر ترومن پرتاب کرده است که جهت آن به سوی ناو آمریکایی نبوده است. همزمان حمید بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت از رسانه های ایران انتظار می رود برای جلوگیری از التحاب در میان مردم هر اقدامی از سوی نهادهای حکومتی در ایالات متحده را فوری و بدون ارزیابی دقیق به حساب نقض تفاهم هسته این نگذارند وی ای روز چهارشنبه نه دی ماه در یادداشتی نوشته است احتمال مصادره اموال بانک مرکزی و موضوع پرداخت قرامت به قربانیان حوادث تروریستی ربطی به توافق اتمی ندارد. این مقام وزارت خارجه ایران توضیحی در مورد واکنش احتمالی ایران به قوانین جدید مسافرتی در آمریکا نداده است اما اضافه کرده است وزیر خارجه آمریکا در همین چارچوب به ایران تعهد داده که قطعا دولت آمریکا از چنان اختیاراتی برخوردار است که این مصوبه کنگره را به نحوی اجرا کند که نفع کننده ی تعهدات آمریکا در برجام نباشد در پایان آذر امسال قانونی در ایالات متحده تصویب شد که محدودیت هایی را برای معافیت های ویزایی به آن کشور ایجاد می کند. این قانون از جمله از شهروندان 38 کشور معاف از روادید به آمریکا می خواهد در صورت سفر به ایران، عراق، سوریه یا سودان از سال 2011 به این سو برای سفر به آمریکا ویزا بگیرند. ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق هشدار داده در صورت خارج نشدن نیروهای نظامی ترکیه از شمال عراق بغداد ممکن است به اقدام نظامی متوصل شود آقای جعفری روز چهارشنبه نهم دی ماه در یک کنفرانس خبری گفت بغداد به تلاشهای های خود برای یافتن راه حلی صلحآمیز ادامه می دهد اما اگر جنگ اجتناب ناپذیر باشد ما آن را برای حفاظت از حاکمیت مردم و منابع خود در نظر خواهیم گرفت ترکیه پایگاهی نظامی در بشیقه در نزدیکی موسل واقع در شمال عراق احداث کرده و در آن نیروهای نظامی اقلیم خودمختار کردستان عراق را آموزش می دهد. هدف از آموزش این نیروها مبارزه با داعش عنوان شده است. دولت عراق می گوید که نیروهای نظامی ترکیه بدون موافقت بغداد در خاک این کشور مستقر شدند و خواستار خروج آنها از عراق است. تهدید ترکیه به اقدام نظامی توسط وزیر امور خارجه عراق در حالی صورت گرفته که ماه پیش نیز رئیس جمهور عراق زربل اجدی 48 ساعته برای خروج نیروهای ترکیه از شمال این کشور تعیین کرد اما پس از آن بغداد تنها به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد در همین حال احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه گفت اگر بغداد میخواهد به قوای نظامی متوسل شود بهتر است به جای مقابله با ترکیه آن را صرف گروه داعش کند. آقای داوود اغلو در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه عراق تاکید کرد ترکیه به حق حاکمیت عراق احترام میگذارد اما دولت مرکزی عراق کنترل یک سوم از این کشور از جمله شمال را از دست داده است وی تصریح کرد اگر عراق میتوانست توانست مناطق شمالیش را اداره کند ترکیه مجبور به حضور نظامی در این منطقه نبود در تحول دیگر در منطقه منابع نزدیک به مخالفان دولت سوریه میگویند نیروهای دولتی سوریه دو تن از شخصیت های اپوزیسیون داخل را بازداشت کردند که برای عضویت در شورای اپوزیسیون نظارت بر مذاکرات صلح با دولت سوریه انتخاب شده بودند به گزارش خبرگزاری رویترز این دو شخصیت احمد الاسراوی و منیر بیتار نام دارند که از رهبران اپوزیسیون داخل سوریه هستند این دو شخصیت اپوزیسیون سوریه روز چهارشنبه نهم دی ماه و به هنگامی بازداشت شدند که قصد سفر به لبنان داشتند. اخیرا در کنفرانس ریاض اپوزیسیون سیاسی و نظامی سوریه شورایی را متشکل از 34 عضو به منظور نظارت بر مذاکرات صلح با نظام اسد برگزید. قرار بود این شورا که الاسراوی و بیتار در آن عضویت داشتند تیم مذاکره کنندگان اپوزیسیون را انتخاب کنند دولت سوریه اعلام کرده است که حاضر است در مذاکرات صلحی با میانجیگری سازمان ملل متحد مشارکت کند در همین حال در جریان انفجارهایی در سه رستوران در محله مسیحی نشین در شمال شرقی سوریه در روز چهارشنبه حداقل 16 تن جان باختند و 30 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه این انفجارها در آستانه سال نو میلادی در محله مسیحی نشین صورت گرفته و یکی از این سه انفجار انتحاری بوده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. وزارت امور خارجه تاجیکستان با احضار سفیر ایران در این کشور به شرکت محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همایشی در تهران رسما اعتراض کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز سهشنبه 8 دیما پس از انتشار اخبار و اکس مربوط به این همایش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حجت الله فقانی سفیر ایران در شهر دوشنبه را به وزارت خارجه تاجیکستان احضار کرد. در همایش بین المللی وحدت اسلامی در کنار مقام های دولتی و رسمی کشور تاجیکستان همچون مکرم عبدالقادر زاده رئیس مرکز اسلامی سلیمان دولتوف رئیس کمیته دولتی دین و مراسم ملی تاجیکستان و فیض الله براتزاده رئیس مرکز اسلامشناسی تاجیکستان محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی هم که از بهار امسال در تبعید به سر میبرد شرکت داشته و عکس آنان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است محیدین کبیری در حاشیه دیدار شرکت کنندگان همایش گفتگوی کوتاهی با علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی داشت که تصویر آن در وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر شد 28 مین همایش بین وحدت اسلامی طی روزهای گذشته همزمان با سال روز تولد پیامبر اسلام در تهران برگزار شد. در یادداشت رسمی وزارت خارجه تاجیکستان اقدام سازمان دهندگان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران غیرقابل قبول توصیف و خوشدار داده شده است این گونه اقدامات به روابط حسنی ایران و تاجیکستان آسیب میزند. تهران تاکنون درباره ممنوعیت فعالیت حزب نهزت اسلامی تاجیکستان واکنش یا اظهار نظری رسمی نداشته وزارت خارجه تاجیکستان در اطلاعیه خود حزب نهزت اسلامی این کشور را حزبی افراتگرا و تروریستی توصیف کرده و موهیلدین کبیری رئیس این حزب را به تلاش برای کودتا متهم کرده است حکومت و مقام های تاجیکستان در پی نارامی های تابستان گذشته که به مرگ عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع این کشور و شماری از طرفدارانش انجامید حزب نهضت اسلامی را به همدستی با او در طرح و اجرای کودتا متهم کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از دو برنامه اصلی جمهوری اسلامی در حوزه فضا خبر داد محمود واعظی روز چهارشنبه نهم دیما در این مراسم گفت یکی از این برنامه ها داشتن ماهواره ملی مخابراتی و ماهواره سنجش از دور است که ایران برای طراحی و ساخت آنها با چند کشور مذاکره می کند. آقای واعظی پیش بینی کرد که با رفع محدودیت هایی که به خاطر تحریم های بین المللی به جمهوری اسلامی تحمیل شده قرارداد ساخت این ماهواره ها سال آینده نهایی شود آقای واعظی برنامه دیگر ایران را طراحی و ساخت چنین ماهواره در داخل کشور عنوان کرد و گفت مطابق برنامه ریزی انجام شده انتظار می رود نخستین ماهواری ملی مخابراتی ایرانی حدود یک دهه دیگر در مدار قرار بگیرد جمهوری اسلامی پیش از این نیست راهی و ساخت چند ماهواره را به کشورهای چون روسیه و ایتالیا سفارش داده است ماهواره مسباح که در ایتالیا تکمیل شده از سالها پیش منتظر مجوز تحویل به ایران است سایت خبری آفتاب روز 16 فروردین 1390 به نقل از حمید فاضلی سرپرست وقت سازمان فضایی نوشت ایتالیا به بحانه های مختلف از جمله تحریم ها و قطنامه ها ماهواری مصبا را به ما بر نمی گرداند. آقای فاضلی گفته بود این ماهواره پس از شش سال هنوز در انتظار پرتاب است. به عبارت دیگر در حال حاضر نزدیک به یازده سال از این انتظار می گذارد. وزیر ارتباطات درباره سرنوشت ماهواره بلوکه شده مصبا به خبرگزاری مهر گفت پس از رفع تحریم مذاکرات خود را با کشور ایتالیا برای بازپسگیری مصباح آغاز خواهیم کرد قرار است با آغاز اجرای برجام روند برداشته شدن و تعلیق تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی از ژانویه سال میلادی آینده به جریان بیفتد. بسیاری از فعالیت های ایران در عرصه فضا به دلیل تحریم با مشکلات زیادی روبرو بوده است تلاش های این کشور برای دور زدن تحریم نیز همیشه با موفقیت همراه نبوده و در مواردی برای افرادی دردسرساز شده است حدود دو سال پیش نادر مدانلو شهروند ایرانی آمریکایی در دادگاه فدرال این کشور به اتهام نقض تحریم علیه ایران به هشت سال زندان محکوم شد دادگاهی در ایالت مریلند آقای مدانلو را به خاطر کمک به ایران برای پرتاب ماهواره سینای یک به فضا محکوم شناخت این ماهواره در سال 2005 از روسیه به فضا پرتاب شده است به گفته دادستان این پرونده آقای مدانلو به خاطر یاری رساندن به پروژه پرتاب ماهواره سینای یک ده میلیون دلار از ایران دریافت کرده است وزیر ارتباطات با اشاره به کمبود بودجه در بخش فعالیت‌های فضایی گفته است با تا چهل میلیارد تومان بودجه نمی‌توان کار اساسی در حوزه فضا انجام داد بر این اساس برای سال 95 پیشنهاد 5 برابر شدن بودجه این بخش را ارائه داده ایم. روز چهارشنبه نهم دیما بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد 3667 تومان بود. با این حساب پولی که ایران برای دور زدن تحریم و کمک به پرتاب یک ماهواره به مادانلو پرداخت کرده با های امروز بیش از 36 میلیارد تومان و نه برابر کل بودجه سال 94 برای فعالیت های حوزه فضا بوده است. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان گزارشها درباره رد صلاحیت اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را رد کرد و گفت که هنوز بررسی شرایط کاندیده ها توسط فقه های این شورا شروع نشده است. خبرگزاری موج روز هشتم دی به نقل از یک منبع آگاه که نام او ذکر نشده بود اعلام کرد که اکبر اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت خواهد شد. در واکنش به این گزارش آقای ابراهیمیان روز چهارشنبه 9 دی به خبرنگاران گفت من این اخبار را نشنیدم و ما به این امواج خبری جواب نمی دهیم. سخنان آقای ابراهیمیان در حالی ابراز شده است که او پیش از این گفته بود کار بررسی درباره صلاحیت افرادی که احتمال شرکت آنان در انتخابات خبرگان رهبری بوده از قبل از ثبت نام آغاز شده است. آقای ابراهیمیان همچنین از برگزاری آزمون کتبی داوطلبانه نمایندگی مجلس خبرگان در روز پانزده دی ماه خبر داد و گفت همه داوطلبین به غیر از داوطلبینی که فقهای های شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید کردند ملزم به حضور در آزمون فقهی شورای نگهبان هستند. با وجود اینکه هنوز بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس و مجلس خبرگان رهبری ادامه دارد، برخی وبسایت های خبری از رد صلاحیت تعدادی از اصلاح طلبان خبر دادند. وبسایت صدا و سیمای استان قزوین از رد صلاحیت قدرت الله علی خانی مشاور اکبر هاشمی رفسنجانی و نماینده سابقه بوین زهرا در مجلس برای انتخابات مجلس دهم ده خبر داده است. پیش از این نیست تعدادی از وابستگان به رهبر جمهوری اسلامی از جمله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و شماری از امامان جمعه از وزارت کشور و شورای نگهبان خواستند که اصلاح طلبان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را در انتخابات پیشرو رد صلاحیت کنند. سخنگوی شورای نگهبان روز ششم دی اعلام کرده بود که هرگونه اظهار نظر و عملی درباره اعتراض ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ملاک عمل این شورا در بررسی صلاحیت کاندیده های انتخابات پیش روست. همزمان حیدر مسلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد گفت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ادعی به دنبال فتنهی تازه هستند و مباحثی همچون شورای رهبری را مطرح می کنند و میخواهند به مردم القا کنند که مسائل کلان کشور همین مباحث است که این دقیقا هدف اصلی استکبار است. وزیر پیشین اطلاعات درباره اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 معترضین را کسانی خواند که از طرف انگلیس برای فتن در ایران پراکنده بودند و با هدف تخریب و براندازی نظام مردم و خواص را تحریک می کردند که پنجاه نفر از آنها انگلیسی و دویست نفر آنها ایرانی بودند. آقای مسلحی با اشاره به اینکه سازمان جاسوسی انگلستان در فتنه 88 از خباس، ارازل اوباش و زنان فاحشه استفاده کرد، افزود در فتنه سال 88 یک زن فاحشه ای ایرانی از اروپا به تهران فرستاده شده بود که 15 نفر از ارازل اوباش را به خیابان ها می آورد و به آنها پول میداد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز چهارشنبه 9 دی فتنه 94 را پیچیده تر از فتنه 88 خوانده و گفت در فتنه 88 حتی کی از سوی دشمن صورت گرفت اما در فتنه 94 تملک کشور و براندازی همه ارزش ها مد نظر دشمن قرار دارد. احمد خاتمی امام جمعه تهران نیز با بیان اینکه در انتخابات پیشرو برخی از فتنگران به دنبال اهداف خود هستند از اعضای شورای نگهبان خواست که در برابر آنان کوتاه نیایند امام جمعه موقت تهران گفت فتنه 88 هیچگاه تکرار نمی شود اما قلدوری ها تا زمان اعلام اسامی نامزدهای انتخابات پیش رو ادامه دارد مجلس نمایندگان آمریکا از سازمان امنیت ملی آن کشور NSA خواسته است در مورد گزارش های مربوط به شنود مکالمات نمایندگان آمریکایی و مقام های اسرائیلی در خلال مذاکرات اتمی با ایران توضیح دهد به گزارش خبرگزاری رویترز کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان خواسته است تا NSA به نگرانی ها در مورد احتمال شنود نمایندگان کنگره آمریکا در جریان ارتباط آنها با مقام های اسرائیلی پاسخ دهد روزنامه والستری جورنال روز سهشنبه هشتم دیما گزارشی منتشر کرده بود که دولت باراک اوباما در خلال مذاکرات هسته خود با ایران مکالمات مقام های اسرائیلی به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور را شنود می کرده است یک روز پس از آن جیسون چپتس رئیس کمیته نظارتی مجلس نمایندگان وراندو سانتیس رئیس یک کمیته فرعی آن به مایکل راجرز مدیر آژانس امنیت ملی ایالات متحده نامه نوشتند در گزارش منتشر شده در والستری جورنال آمده است سازمان امنیت ملی آمریکا زمانی متقاعد شده بود که دولت اسرائیل ممکن است بدون اطلاع به واشنگتن دست به انجام حملات هوایی علیه ایران بزند این موضوع ظاهرا شنودها را افزایش داده است پس از آزان مقام های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که نتانیاهو قصد عملی برای انجام حمله به ایران ندارد اما شنودها ادامه پیدا کرده است چرا که میخواستند میزان آگاهی اسرائیل از جزئیات مذاکرات هسته با ایران را مشخص کنند بنابر گزارش منتشر شده این شنودها در عین حال جزئیاتی را از تلاش های اسرائیل در دستگاه قانونگذاری آمریکا و برخی ارتباطات قانونگذاران و گروه های یهودی آمریکایی را نیز در بر گرفته است دولت آمریکا به خود گزارش واکنشی نشان نداده است وزارت امور خارجه بریتانیا نیکولاس هابتون را به عنوان کاردار جدید بریتانیا در تهران معرفی کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه نهم دیماه در وبسایت رسمی خود همچنین اعلام کرده است کاردار پیشین بریتانیا در تهران به عنوان سفیر جدید کشورش در قطر منصوب شده است نیکلاس هاپتون کاردار جدید بریتانیا در تهران از سال 2013 تا کنون به عنوان سفیر بریتانیا در قطر خدمت کرده و پیش از آن سفیر بریتانیا در یمن بوده است به گزارش وبسایت رسمی وزارت خارجه بریتانیا آقای هاپتون در پیامی گفته است امیدوارم به زودی شاهد ارتقای روابط بریتانیا و ایران به سطح سفارت باشیم که در آن صورت خوشحال می شوم در سمت سفیر خدمت کنم نیکلاس هاپتون جانشین آجای شارما کاردار فعلی بریتانیا در تهران می شود آجای شارما قرار است به جای آقای هاپتون به قطر رفته و منصب سفارت بریتانیا در دوهه را بر عهده بگیرد آجای شارما روز 23 آبان ماه 1392 و پس از برسر کار آمدن دولت حسن روحانی به عنوان کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران تعیین شده بود. انتصاب آقای شارما دو سال پس از آن صورت گرفت که سفارت بریتانیا در تهران در آزر ماه سال 1390 در پی حمله دانشجویان بسیجی به تعطیلی کشیده شد. سفارتخانه بریتانیا در تهران روز یکم شهریور ماه امسال با حضور فلیپ هاموند وزیر خارجه این کشور در تهران بازگشایی شد. وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارشی که روز چهارشنبه نهم دی ماه در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است از گسترش تجارت با ایران در صورت پایبندی به تعهداتش بر اساس توافق تاریخی صورت گرفته در چهارم جولای گذشته در وین که میتواند منجر به لغو تدریجی تحریم های این کشور شود حمایت می کند. بنابراین گزارش دولت بریتانیا پیش از این به بخش های تجاری و مالی کمک کرده است تا بتوانند آمادگی لازم را برای استفاده از مزیت ناشی از فرصت هایی که احتمالا با رفع تحریم ها در چارچوب توافق هسته ای ایجاد خواهد شد با هدف گسترش مناسبات تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور به دست آورند. وزارت امور خارجه بریتانیا تاکید کرده است اولین مرحله لغو تحریم ها زمانی به وقوع می که تهران به توافق و تعهداتش بر اساس توافق وین عمل کرده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز این مسئله را تایید کند. بنابراین گزارش زمان بندی دقیق این مسئله همچنان نامشخص است و میتواند یک هفته یا چند ماه به طول بکشد و این مسئله بستگی به سرعت عمل ایران در اجرای توافق وین دارد. مقام های فرانسوی روز چهارشنبه نهم دی اعلام کردند که تدابیر امنیتی در پاریس و در حین برگزاری مراسم شب سال نو بسیار شدید خواهد بود و اهالی پاریس با هوشیاری و همراهی یکدیگر این مراسم را برگزار خواهند کرد به گزارش خبرگزاری رویترز مراسم شب سال نو در پاریس بدون آتشبازی برگزار خواهد شد و یازده هزار پلیس سرباز و آتش نشان در شهر مستقر خواهند بود پاریس در سال 2015 میلادی شاهد چندین حمله گسترده بود که در مرگبارترین آن در آبان ماه 130 تن کشته شدند. مقام های دولت بلژیک نیز مراسم آتشبازی شب سال نو در شهر بروکسل پایتخت این کشور را از بیم حملات تروریستی ملغا کردند. بلژیک روز سهشنبه اعلام کرد که دو فرد را دستگیر کرده است که مزنون به طراحی حملاتی در شب سال نو هستند. چارلز میشل نخست وزیر بلژیک گفته است تصمیم لغو برنامه آتشبازی بر اساس اطلاعات دریافتی گرفته شده است بلژیک از روز 13 نوامبر سال جاری میلادی به دنبال حملات تروریستی در پاریس در شرایط اضطراری قرار دارد گفته می شود که مقر تعدادی از افرادی که در پشت حملات پاریس بودند در بلژیک بوده است مقامات قضایی بلژیک میگویند بازداشت های روز سهشنبه هشتم دی در ارتباط با حملات پاریس نبوده است ایوان مایار شهردار بروکسل گفت سال گذشته صد هزار نفر در استقبال از سال نو در بروکسل جمع شدند وی افزود در این شرایط امکان آن را نداریم که همه را بازرسی کنیم بروکسل ماه پیش نیز به دلیل نگرانی از وقوع حملاتی مشابه پاریس برای چهار روز تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت که طی آن دانشگاه ها، مدارس و شبکه مترو شهر تعطیل بودند پس از حملات مرگبار پاریس بلژیک در مرکز تجسس های مربوط به این حملات بود جشت های سال نو میلادی از روز پنجشنبه دهم دی در شرقی ترین کشورهای جهان آغاز می شود